ایران به تلافی واردات شگفت‌انگیز با مطبوع کود انسانی از ترکیه و نیاز ضروری بانوان جهان به پروتز، حجم صادرات قورباغه های ایرانی را افزایش داده، مطابق معمول مشت محکمش را کوبید. ببخشید، خبر که نیست، غزل شاکریم بدار. کشور قورباغه پرور ایران سالانه 160 میلیون نفر قورباغه صادر می کند. قورباغه های ایرانی مانند پلنگ ایرانی آنچنان در حال افزایشند که تا رو برمیگردانی. سلام خاله قورباغه. سلام به روی ماهتون. چطور کار و بارتون؟ چشم و دلم چراغون، تو که ما رو کردی داغون. این خبر آخر رو یک بار دیگه بخون. جون شما، این خبر کار من و ما که نیست. هرچی شنیدین قسم کار دقل بالایی. نه جون رئیس، اینجا نیست. شما چرا اون بالا با میاییم از وسط؟ گرگر میاد از بقل. خوبه کمی تحت دقل. شما نگاه کن اون عقب منا کوب میکنه. علاجم ببخشید. دلیل کم آبی مردم مشخص شد. علت آن لوله کشی نادرست آبهای زیرزمینی به ادارات، شرکتها و ارگانها و همچنین بستر مردم می باشد. بعد از خالی کردن سفره‌های روزمینی، خالی کردن سفره‌های زیرزمینی مردم نیز در دستور کار قرار گرفت. مسئولان آبکی نیلگون همیشه مارس که به زیراب یک دیگر نیز علاقه فراوان دارند، بارور گشته و ژن‌های خوب خیش را راهی دبستان بهارستان کردند. این مسئولان آبکی آنچنان آب در آسیاب مردم ریخته که مردم ایران هر روز آبستن دست گلهای نوین می باشند. مسئول آبندنگر کشور گفت در صورت کم آبی از آبروی خیش مصرف کنید. پاشو بریم. پاشو وقت سونو گرفتم. لگت سر طلا اینجوری نبودم. دولار به سر عزیز کنه. آی آقا دیگه. باز هم نگاه مدبرانه سانسور و سیما حماسه آفرین شد. در پی دعوت عادل فردوسی پور از فرفری موی غزل ساز اسپانیا کارلوس پویول که موها تو افشون کن و بیا باز دلو پریشون کن و برو، مدیر مربوطه به محض دیدن و تحریک شدن پویول گفت نمون اینجا، برو نمون اینجا. پویول نیز با سینه پر از اندوه گفت موهام زدن به میاد، مگه دعوت نکردی من از کشورم بیام؟ دارم میرم آده دیگه نمیام. مجددن این چراغا رو خاموش. فرزندان گربه های محل نیز از دست تجاوز برخی از نامردان ایرانی در امان نیستند، چه برسه به بچه آدم. از این رو محل شیردهی ماده گرگ پرچم تیم آیستروم که هیچ، شیر آب پارک ها برای جلوگیری از مکیده شدن، ممنوعیت تولید آجرهای سوراخدار برای جلوگیری از تجاوز به ساختمان و تخریب و سانسور هر گونه برجستگی مخصوصا سرعتگیرهای خیابان در دستور کار قرار گرفت. همچنین دولت نیز کافور را به سبد غذایی خانوار افزود. نیروی التزامی کشور گفت فرزندان خود را از بدو تولد تا سن مطمئنه با سیم خاردار از دست ساقیان، جانیان و قاریان محافظت نمایید. چند ساله تو همو جان؟ ببخشید، کودکی 10 ساله بودم چست و چابک. بیا بریم، بیا. من الان 40 سالم بیر. 40 سالت هم خوبه. آقا دیگه. در پی افزایش قیمت خودرو و حذف آپشن‌های غیر ضروری مانند فرمان و ترمز و افزودن آپشن‌های ضروری ایرانی مانند فقط پیچ ولوم پخش، بوق 10-11 بنزی و از این سگای جلوی ماشین، کمپین نه به خرید حلب‌های ملی توسط سلبریتی‌ها به راه افتاد. مردم یک دست پارچ و دیوان ایران باز هم حماسه آفرین شدند و در صف ثبت نام خود رو در پیج اینستاگرام خود همین پست علی کریمی رو که گفته بود شیر کردند. شرکت‌های خودروساز نیز در پی حمایت از همین کمپین خودروهای خود را تا 1400 پیش فروش کردند و با نظر به ریش مردم گفتند همچنین به ساندرو نویسان النبد، به النبدان پراید و به پراید نویسان پولشان را با سودشان واریز کردند. مشتبه بود و بود و سایت باز شد. ببخشید جواد، دوتا زه بغل با پرایدش بنویس.
به لطف عزیزان زحمتکش و تیم چک و خونسای حرکات موزون، گروهک موزونیستی ناشنوانما که در ماه مبارک رمضان قصد موزون کردن مردم را داشتند، منهدم شدند. رهبر این گروهک با لباس رکابی تیم یوونتوس در خارج از کشور با نام مستعار میم خه در انظار حاضر می شد، مسئولیت این موازین را این گونه پذیرفت. یک دو سه چهار بالا دو سه عوض، یک دو سه کدوم ما از اینجا، 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 ببخشید کدوم ما از اینجا، کدوم ما ببخشید. بالاخره اسامی اصلی آمریکا و اسرائیل لو رفت. جنگلی یا همان آمریکا و فینگلی اسرائیل پس از شنیدن نامهای اصلی خود درد و کوفت گرفتند و مردند. نیروی التزامی کشور پس از این کشف خارق العاده تمام گروهک‌های جنگلی، فینگلی، بیگلی بیگلی و انگلی سی و رهبر گروهک تتلیتی را دستگیر نمودند. برای سال آینده تظاهر کنندگان خواستار استفاده از اشعار درخواستی آن مان نباران دو دو اسرائیل و آنی مانی تینا خاک تو سرت آمریکا شدند. جزئیات تظاهرات را با هم ببینیم. میخواییم با این شعار آمریکا رو بهتره کنیم. ایوه هی جیگلی فیگلی بی بیلی گیگلی دست رو برا کن، هی جیگلی فیگلی گیگلی بی گیلی تحریم رو رها کن. جیگلی پاشو بریم، پاشو بریم جیگلی، پاشو چرا حال ما رو هی میگیریم. ببخشید مؤسسات مجوزدار همیشه پستان، ببخشید همیشه بستانکار و مالکش باز هم مال مردم را کشیدند بالا. مردم نیست پس از تحسن در مقابل این مؤسسات یک صدا خواندند. با انگشت بالا کشید حقوقم و منم که عین بوقم و خوب زدی خوردیش پاک، مردم دادن پولو به دست تو که سود بدی به وقتش و گول زدی خوردیش، وقتش دیوونه بشم به سیم آخر بزنم بگیرم و اون سر تو اگزوز خاور بزنم، نمیتونه صد کنه رامو کسی جلو دارم نیست، یه دوز قانونی مثل تو توی این عالم نیست، حالیم نیست والا، بیا اینا جیب من والا، اون دوربینو قدشگان ببینه، این نورا رو مجددن کم کنید. آخ در پی نزدیک شدن به لحظات حساس کنونی پایان ترم و انتقام اتفاقات و تمایلات اخیر ناظمان، آمیزش و پرورش به اساتید هشدار داد. پاشه های خیش را آنی و کمتر از آنی به دانشجویان برای کسب نمره واگذار نکنند. آقای شفیعی. سلام استاد. سلام. بازم که مشهور شدید. استاد. بله. پاچتا میدی؟ نه که نمیدم. چرا نمیدی؟ واسه این که من عزیزم، فکر میکنی مریضم. ها های حضرت استاد بابا جذاب، دیگه دل مریاد از چشم من افتاد، تت بغداد علینا ارنکن واسه من، تت بغداد علینا ارنکت استاد. البته چی شده اون شپه؟ قصهش درازه. من بودم عراقچی تخت روانچی. حسن آقامونم بود. کریم؟ کدوم کریم؟ من گفتم کریم. آها حسن؟ کدوم حسن؟ میشناسیش؟ آره از ما نه اون، آره که بریم بار کشی. او میکشیدم من میکشیدم، او بار خوشکش من بار مردم. آره نه گاز دنده دمو کارخونه زدیم بقید. بار اول با کرایه کم رفتیم بالا، به سلامتی جمع گور غور شدیم. بار دوم رفتیم بالا گوز غوز شدیم. بار سوم اومدیم بریم بالا، عاشق حسن آقا کشید بالا. چیو؟ هزینه ها رو. آره خلاصه علک تولک شدیم، این ورا بگرد اون ورا بگرد، برا بچه جمع کردیم دیگه، نه رفتیم نه اومدیم اعتصاب کردیم. حالا ما به همه گفتیم کشیدن بالا. چیو؟ کرایه ها رو. شما هم بگین خوبیه. نه ببخشید. در پی افزایش قیمت بیمه و بالا رفتن هزینه های جماعت سیویل درشت دلنازک خشن نماگیر کابی پوش، این عزیزان دست به اعتصاب زدن و گفتند دیروز با هم دست جمعی رفته بودیم اعتصاب، واسدادنی دولت میگفت تو برو راحت بخواب،
هزینه ها تو ما میدیم، بیمه تونم میبخشیم، هر ماه توی حسابتون صد تومنم میپخشیم. اعتصابم تموم شد، بدبختیام شروع شد. تو گشنه ای پسر، چقدر ساده ای، به وعده های من تو گوش داده ای. قسم به اون جاده هایی که بستم، با صد امید پشت رولم نشستم، باور کنی یا نکنی من هستم، از این شرایط دیگه خیلی خستم. ببخشید ببخشید دوست ببینم.